ایران یک کشور همسایه در غرب افغانستان است و این دو کشور از نظر تاریخی و فرهنگی رابطه نزدیک و چندین هزار ساله با همدیگر دارد. پس بیایید در ادامه این ویدیو به مقایسه قدرت نظامی ایران و افغانستان در سال 2024 بپردازیم که در صورت جنگ با دشمنان اطراف خود کدام کشور قدرت نظامی بیشتری دارد. ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاریخچه غنی و تجهیزات پیشرفته خود نیروی نظامی با اهمیت در منطقه محسوب می شود که در سال 2024 در رتبه بندی قدرتمندترین کشورهای جهان ایران از رتبه 17 به رتبه 14 صعود کرده است که سه پله بالاتر از دشمن اصلی خود اسرائیل قرار دارد. که در طرف مقابل امارت اسلامی افغانستان نیز با مقاومت مسلحانه در برابر تداخلات خارجی و داخلی به یک گروه مسلح معتبر در جهان تبدیل شده است. که در رتبه بندی قدرتمندترین کشورهای جهان امارت اسلامی افغانستان به دلیل رسمیت نداشتن و مشخص نبودن آمارهای اقتصادی و نظامی در رتبه 115 قرار گرفته که در ادامه بررسی خواهیم کرد. جمعیت کل کشور افغانستان 43,200,000 نفر، ایران 78,920,000 نفر. بودجه نظامی افغانستان 78,568,000 دلار، ایران 5,460,000,000 دلار. تعداد مجموعه سربازان امارت اسلامی افغانستان در حال حاضر نزدیک به 500,000 نفر نیروی نظامی دارد که از این تعداد 150,000 نفر آنها نیروی فعال نظامی، 100,000 نفر نیروی ذخیره، 50,000 نفر نیروی استشهادی و 200,000 نفر دیگر نیروی شبه نظامی می باشد. که در طرف مقابل تعداد کل سربازان فعال ایران 1,450,000 نفر تخمین زده می شود که از این تعداد 654,000 نفر نیروی فعال نظامی، 450,000 نفر نیروی ذخیره و 250,000 نفر شبه نظامی می باشد. قدرت نیروی هوایی نیروی هوایی امارت اسلامی افغانستان تعداد 43 هواپیمای نظامی مانند سسنا 208، 33 فروند هواپیمای تهاجمی سوپرتوکانوی برزیلی، 33 فروند هلیکوپتر میل 7، 45 هلیکوپتر بلک هاوک و 48 فروند هلیکوپتر MD-530 در اختیار دارد. که در طرف مقابل نیروی هوایی ایران 570 هواپیمای نظامی در اختیار دارد که شامل 186 فروند جنگنده، 26 فروند جنگنده تهاجمی، 19 فروند جت آموزشی و یک ناوگان بزرگ از هلیکوپترهای نظامی و پهپادهای مختلف را در اختیار دارد که قرار است به زودی چندین فروند جنگنده سوخو 35 نیز از روسیه دریافت کند. تعداد کل تجهیزات نیروی زمینی ارتش امارت اسلامی افغانستان در حال حاضر 24,000 خودروی زرعی، 42,000 رنجر، 1,200 تانک زرعی، 300 توپخانه، 150 موشک انداز و تعداد موشک های بالستیک اسکاد در اختیار دارد. که در طرف مقابل ارتش ایران 4,200 تانک زرعی، 2,300 توپخانه، 56,935 خودروی زرعی، 570 توپخانه خودکشیشی و تعداد زیادی از موشک‌های دوربرد و کوتاه‌برد در اختیار ارتش ایران قرار دارد که جزء قدرتمندترین کشورهای موشکی جهان به شمار می‌رود.
قدرت نیروی دریایی افغانستان به دلیل راه نداشتن به دریا و آبهای بین المللی نیروی دریایی ندارد که در طرف مقابل نیروی دریایی ایران در مجموع 25 زیردریایی، 7 ناوچه، 3 ناوگرو، 12 کشتی گشتی فراساحلی، 10 کشتی تهاجمی آبی و گفته می شود این کشور یک ناو پهپادبر نیز ساخته است. از نظر شما قدرت نظامی کدام کشور بیشتر است؟